دست به دست دادن مردم زاهدان، اتحاد کل بچه ها زاهدان. مولوی عبدالحمید با اشاره به اعتراضها که چهارمین ماه خود را سپری می کند، از حکومت خواست به جای زندان و اعدام صدای مردم را بشنوند. راه برون رفت؟ سرکوب نیست، راه من برون رفت. آقا زندان نیست، راه برون رفت. اعدام نیست. همه ما ایرانیم، همه ملت ایرانن. اینا مردم خودمون هستن، اینا جوانان خود ما هستن، اینا نسل جدیدن که از همه دانشگاه فارغ شدن، از همه مدارس آموزش و پرورش تعلیم حاصل کردن، زیر دست خودمون تعلیم حاصل کردن. بشینید بزرگان مسئولان نظام، بشینید با دانشگاهیان، بشینید با نخبگان، بشینید با فرهیختگان، بشینید با سیاسیون. اینا سیاسیان که مسائل میتونن حل کنن. اینا نخبگان هن. با علما بشینید، با زنان بشینید، با جوانان بشینید. ببینید چه حرفی دارن. تغییرات میخوان. کشور راه برون رفت و راه حل این اختلاف که من عرض کردم این داخلیه، در میان خود ما هست. راه برون رفت مذاکره گفتمان با تغییرات ژرفه، تغییرات بزرگ هست. این اظهارات واکنشی بود به سخنان روز پنجشنبه علی خامنه‌ای که از مداحان خواست در زمینه پیشرفت علمی کشور و فرهنگسازی نقش آفرینی کنند و در صحنه بمانند. مولوی عبدالحمید گفت وقتی رهبران کشور حاضر به دیدار با ما و شنیدن خواستهای ما نیستند و به نامه های ما هم پاسخ نمی دهند، ناچاریم نامه های سرگشاده بنویسیم و خواستهای ما را از روی منبر اعلام کنیم. امام جمعه زاهدان سخنان هفته گذشته محمد جواد لاریجانی تحلیلگر حکومتی را نیز به شدت مورد انتقاد قرار داد. لاریجانی با اشاره به سخنرانی‌های عبدالحمید و انتقادهای او از سرکوب معترضان، به طور ضمنی خواستار تخریب مسجد مکی زاهدان شده بود. مولوی عبدالحمید بحران جاری کشور را ناشی از مشکلاتی چون فقر، گرسنگی، بی‌ارزش شدن پول ملی، کم شدن درآمدها، تورم و گرانی خواند و افزود مشکلات مردم تنها مشکلات اقتصادی نیست. مردم آزادی می‌خواهند و وقتی در راستای این خواست خود از دولت انتقاد می‌کنند، برایشان تبعاتی دارد. امام جمعه زاهدان راه برون رفت از مشکلات فراگیر و وسیع را گفتمان ملی و تغییرات ژرف و بزرگ قلمداد کرد. زنان و مردان زاهدان و راسک پس از بیرون آمدن از مسجد دست به تظاهرات جمعی زدند و علیه خامنه ای، سپاه و بسیج شعار دادند. اعتراضات مردم در روزهای جمعه چند ماه است بدون وقفه ادامه یافته است. سیران شرفی، صدای آمریکا.